بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین إنه خیر و ناصر ومعين اللهم عجل لولیك الفرج سلام بر امام مهربانی ها علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه والثنا قربان امام رضا علیه الصلاه سلام بشم که امام مهربانی هاست امام نازنین هست و سلام ویژه خدمت یکایک شما مهربانان کسانی که آمدن در روز 23 القعده یعنی امروز روز زیارتی مخصوص علی ابن موسی رضا علیه السلام آمدن که با معرفت به زیارت مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام و شرفیاب بشین شرفیاب شدن فقط جسمی نیست عرض کردم انسان با روحش و با دلش با قلبش با ایمان شرفیاب میشه مگر در زیارت امام رضا علیه السلام نمیخوانیم اشهد انک تسمع کلامی و ترد و سلامی سلام بر امامی که هم حرف مرا میشنوه و هم ترد و سلامی جواب سلام مرا میته امام پس ای که ما در هر جای دنیا باشم قلب ما به سمت امام رضا علیه السلام و سلام و در حریم ملک پاسبان علی ابن موسی رضا علیه السلام و سلام بفرستم هیچ فرقی نمیکنه امام امامه خودش فرمود امام در تعریف امام مهربانتر از پدر مادر حتی مادر نسبت به طفل خودش امام مهربانتر هست پس این امام نازنین در این روز با عظمت بیست و سوم زلقعده چرا باید دستم بره؟ ای اوج اوج بی انصافی انسانه که وقتی که بسیار عالی کسانی را خدا قرار داده برای من و شما برای هدایت برای اینکه بتلم راه پیدا بکنم چرا استفاده نباید بکنم چرا نباد استفاده بکنم این راه بر من خان کرم گسترده ای مهمان خیشم کرده ای دسترخان کرم خدا توسط اهل بیت علیه مصلاط و بر من پهن کرده چه را استفاده بکنم حیف نیست جوان حیف نیست بزرگ حیف نیست جواب بله حیفه پس قدر بدانم این روز با عظمت روز 23 سوم ذلقعده روز زیارتی مخصوص مخصوص برای امام رضا علیه السلام قدر بدانم بریم فضل زیارت علی یوبن موسی رضا علیه السلام امام مهربانی ها را از کتب اهل سنت بیان بکنیم دل بده گوش کن به کسایی میگم که از من خورتر هستن ریش سفیدا که رو سرم جا دارن گیسو سفیدا که بزرگ هستن اما خطاب به جوانانی که سنشان از ما کمتر هستند نیاز به پختگی دارند عرض می کنم دل بده قلبت با من باشه گوشت با من باشه ببینید در کتاب تهذیب و تهذیب قطعا این را انشالله برای شما سندش خواهید دید داریم مشاهده میکنه سندش در کتاب تهذیب و تهذیب تعلیف ابن حجر اسقلانی یکی از بزرگان علما و بزرگان اهل سنت هست در جلد چار صفحه 456 و 657 این قضیه نقل شده ابن هجر اسقلانی بیان میکنه محمد ابن معمل میگه که با گروهی مثل ابن خزیمه پیشوای اهل حدیث امام اهل حدیث کسی که میفهمه داره چکار میکنه حواسش هست روی احادیث بالاخره یک تسلطی داره اینا رو خوب میفهمه و جمع زیادی از اساتید همه با هم رفتیم به زیارت مقدس و تابناک علی ابن موسی رضا علیه السلام رفتیم وقتی که تعظیم ابن خزیمه را من مشاهده کردم بسیار تعجب کردم دیدم چقدر نسبت به علی ابن موسی رضا علیه السلام با اینکه عالم اهل سنت هست اما تواضع ایشان نسبت به بارگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام بسیار حیرت زده شدم جواب جای حیرت نداره این امام امام مهربانی هاست امام عالمگیر است امام هشتم امامی است که وقتی سیمت وصل کردی به این امام وقتی که دست نیازت به سمت این امام دراز کردی گفتی از هر کرانه تیر دعا کرده روان شاید کزان میانه یکی کارگر شود اینقدر تیر دعا را به سمت امام میفرستم تا به هدف بخوره اما عزیزان وقتی به هدف خورد تمام دیگه اشهد انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی به هدف بخوره جواب سلامت میده در همین دنیا همین دنیا جواب سلامت مثل اون شخص میشنویم که به امام حسین علیه السلام سلام وقتی سلام میداد عرض میکرد السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین جواب سلام را خودش میشنید کلگی اطرافش میشنیدن خدای ای چه کرده کار نکرده به وظیفش عمل کرده به وظیفش عمل کرده به خاطر جواب سلام را میشنید پس عالم اهل سنت علمای اهل سنت دو نکته قابل توجه است که مطلب مشاهده میفرمایید با آدرسش مشاهده میفرمایید ببینید دو نکته در اینجا قابل بیان و توجه است یک توجه به توسل و همچنین شفاعت یعنی توسل و شفاعت پیش علمای اهل سنت کاملا باور و پذیرفته شده حالا ای که مخالفت میکنن گاهی اوقات دیگه هر کسی ولا تزر وازره وزر اخرى کسی نمیتونه گناهان دیگری را به دوش بکشه پذیرفتند توسل و شفاعت را دو مصداق داریم در تاریخ میبینیم که علمای اهل سنت مثل همین شخص ابن خزیمه آمد متوسل به حرم علی ابن موسی الرضا علیه السلام شد تازه ذا با تمام فروتری کرنش با تمام حلم و بردباری نه تکبران نه با تمام تواضع آمد متوسل شد نتیجه میگیریم از این داستان که شفاعت و توسل فرقی نمی کنن چه در دین اسلام باشه چه در مذهب شیعه باشه و چه برادران اهل سنت ما در هر مذهبایی که هستن پذیرفته شده است با مدرک و سنت خدمتون بیان کردیم دو توسل به امام رضا علیه السلام از جانب عالم اهل سنت بیان شده ای خیلی ارزش داره ای خیلی ارزش داره در روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام سلام قدر بدنیم خب بریم سراغ مطلب دیگر و یک جریان دیگر در روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام مبادا از دست ما بره مبادا لحظه لحظش امام توجه میکنه لحظه لحظش امام در حدیث سرم در آغوش میگیره لحظه لحظه در آغوش میگیره شخص مثل کسی که عشق میورزه به شخص نسبت به فرزند خودش عشق میورزه امام موتور در آغوش محبت خودش میگیره این را باور داشته باشیم حاجت گرفتن علمای اهل سنت از امام رضا علیه السلام دقت کن علمای اهل سنت حاجت می گرفتن از امام رضا علیه السلام من و تویی که در این خاندان کلان شدیم در این جلسات کلان شدیم در میان علما کلان شدیم یاد گرفتیم پیش تلویزیون و مثل این برنامه و یاد گرفتیم معرفت خود رو ما رو بالا بردیم قطعا انشالله حاجت میگیریم شاید الان حاجت ما رو نگیریم اما در قیامت میگیریم شاید حاجت نان او نباشه اما خدا اولاد خوب بد داده همسر خوب بد داده پدر کلان خوب داده پدر و مادر خوب داده این بزرگترین حاجت ماست بزرگترین رفع حاجت ماست چقدر زیباست چقدر زیباست حاجت گرفتن علمای اهل سنت ایرم با مدرک خدمتتون مشاهده میکنین کتاب اثقات جلد هش صفحه 457 مدرکشم هم میبینه مشاهده میکنن ببینین ابن حبان از علمای اهل سنت هست در کتاب خودش اینگونه مینویسه و ما حلت بهی شدتون فی وقت مقامی بطوس وقتی که من به مشکل میخوردم زمانی که در توس بودم به مشکل میخوردم فزرت قبر علی ابن موسی الرضا صلوات الله على جده و علیه به زیارت علی ابن موسى رضا علیه السلام سلام مشرف میشدم فزرت زیارت میکردم حرم امام رضا علیه السلام و سلام و دعوت الله ازالتها از خدا میخواستم که این مشکل ما برطرف شود به حق علی ابن موسى رضا ببینید حاجت گرفتن امام مهمه حاجت گرفتن از وجود با کرامت و دریای با سخاوت علی ابن موسی رضا علیه السلام سلام امام مهربانی ها فرقی نمی کنه عالم اهل سنت باشه عالم شیعی باشه حتی ادیان دیگر هستن متوسل میشن میخوانند یوم تبل سرائر روزی که به قول قرآن آیه قرآن روزی که پرده ها کنار زده میشه اونجا فامیدن میشه که ای خدای این در این دین اسلام نبود که در مذهب شیعه نبود که چطور این مقام و جایگاه داره بله امام از دلها آگاهه اتفاقا همین امام چه بسا شفاعت بکنه بر این شخص چه بسا از کرامت اینها اصلا دور نست میگفت که وقتی که به مشکل خوردم میرفتم زیارت علی بن مسررزا علیه السلام, و السلام اینجا از خدا میخواستم که این مشکل ما برطرف بکنم دعوت الله ازالتها، الا و لی. دعا میکردم نبود که دعای من مستجاب نشود. نبود. نبود که دعای من مستجاب نشود. روز زیارتی مخصوص علی بن موسی است. جوان. جوان. آی خودم. آی خودم. آی جوان. قدر بدانم روز زیارتی مخصوص علی بن موسی رزا علیه صلاة و قدر بدانم محبوب رضاست هر که دل ریشتر از از کعبه صفای این حرم بیشتر است اینجاست طبیبی که ندارد نوبت کجا بید گفتن آقا نوبت بگیر حرم امام رضا علیه السلام وارد شو کجا گفتن اینجاست طبیبی که ندارد نوبت هر دل که شکسته تر بود پیشتر است قدر بدانم عالم اهل سنت داره حاجت میگیره ما هم حاجت بگیریم ایشان گفت که الا و استجی و زالت عنی تلک الشده این شدت این سختی این حزن این غم و اندوه این مصیبت به برکت وجود علی ابن موسیر علیه سلام به برکت وجود علی ابن موسی رضا علیه السلام و سلام از من زائل میشد، میرفت مشکل برطرف میشد و هذا شیئ جربته مرارا ایشان سراحت داره ادرسن میبینن متنم نگاه میکنن و هذا جر شیئ جربته مرارا بارها و بارها مرارا این بارها و بارها بارها و بارها تجربه کردم به مشکل میخوردم علی بن موسی به مشکل میخوردم علی ابن موسی باز هم به مشکل می وجود با کرامت و نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام بارها به مشکل خوردم امام رضا علیه السلام متوسل شدم به حضرت مشکلم برطرف شد دلم روشن شد حالا گوش کنین فواجد توهو کذالک می دیدم که مشکلم برطرف شده و الحمدلله به حاجتم می رسیدم آخر شيء اما تن الله على مُحَبَّةِ المصطفى واهل بَيْتِ خدایا ما بِمُحَبَّةِ المصطفى مصطفى صلى الله عليه واله وسلم واهل بيت إِيشَان بميران همه بگيم إلهي امين إلهي امين خدایا ما را بعشق محمد وآل محمد بميران اللهم امتنا ممات محمد و محمد واحينا حياه محمد و محمد خدایا زندگی ما را مرگ ما را با رسول گرامی اسلام و اهل بیت اسمت و طهارت علیه مسلات و سلام و مخصوصا امروز روزش بگیریم این داره بکنیم خدایا ما را محشور گردان با وجود با کرامت علی ابن مسرزا علیه السلام و سلام این عالم حاجتش گرفت اللهم امتنا خدای ما رو بمیران فمود صلی الله علیه و علیهم اجمعین درود خدا بر امام رضا علیه السلام و اهل بیت طیبین و طاهرینش و همچنین اجداد طیبین و طاهرینش بگیریم در آخر این مطلب عرض میکنم خدمتتان که امروز را دوباره عرض میکنم روز زیارتی مخصوص غسل بکنیم غسل زیارت در مفاتیح نگاه بکنن اعمال داره غسل زیارت بکنم با تمام وجود در روایت بیان شده با گام ها و قدم های کوچک قدم های کوچک به سمت زیارت علی بن موسی رضا علیه السلام بروید اونهایی که هم جوار علی بن موسی رضا علیه السلام هستی نرفتی اشکالی نداره امام از قلبت آگاه هست امام میفهمه اینا را با قلب دلگام بردار به سمت علی بن موسی رضا علیه السلام به حاجتت خواهی رسید حاجتت ممکنه الان برآورده نشه در قیامت برآورده شود اونجا میبینیم که امام رضا علیه السلام چه امام رعوف و مهربانی بوده غافل بودم خدای نخواسته در قیامت نگم که وا حسرتا وا حسرتا ای وای بر من در کنار مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام سلام بودم چه جسمم چه روحم چه قلبم چه ایمانم اما توجه نکردم قدر بدانم امروز و انشالله اگر در کنار امام رضا علیه السلام هستی یا اگر دل روانه میکنه از اروپا، امریکا، افغانستان روانه وجود نازنین و با کرامت علی ابن موسی رضا علیه السلام میکنی حتما دعا میکنی برای من حقیرم بر کلگی بر پدر مادر من حقیر انشالله حتما دعا می خیلی خوشحال شدم که الحمدلله محبت فرمودن حقیر در این روز زیارتی مخصوص علی ابن موسی در خانه خودتان پذیرفتن تشکر ویژه التماس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته